LG G5 was modular design. The first phone built for fun. بنسر خمیردندان زغالی بنسر عمیق‌تر تمیز می‌کند، باکتری‌های دهان را از بین می‌برد و کربن اکتیو موجود در آن از ایجاد جرم جلوگیری کرده و دندان‌ها را کاملاً سفید نگه می‌دارد. بنسر، نبض زندگی در لبخندهای شما. درود بر شما. امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدیم در کنار بچه‌هایی که صحبت کردن در موردشون خیلی راحت نیستش، بچه‌هایی که زیر نظر جمعیت امام علی دارن رشد میکنن، حمایت میشن و بزرگ میشن. بچه هایی که شاید هویت نداشته باشن از لحاظ شناسنامه، کارت ملی و اینجور چیزها، اما بچه هایی هستن با اراده های بزرگ، بچه هایی هستن که کارهای بزرگی میتونن انجام بدن. به این زمین چمن نگاه کنید، اینایی که دارن امروز اینجا بازی میکنن همونایی هستن که تونستن لژیونر بشن. باور میکنید لیگ پرشین بچه های امام علی تونستن لژیونر بشن؟ یکی از اونها داره آلمان بازی میکنه، یکی دیگه شون به تیم مهدوی کیا رفته و این اتفاق بزرگه که این بچه ها دارن رقم میزنن. بچه هایی که شاید در موقعیت جغرافیایی موقعیت خوبی نداشته باشن، تو حاشیه های شهرهای ما زندگی بکنن، اما میتونن کارهای خیلی بزرگی رو انجام بدن و در دل خیلی ها جا بگیرن. بچه هایی که هر چند میخوام راجبشون بگم سختمه واقعا، چون چیزهایی شنیدم و قرار شده راجبش حرف نزنم که داره اذیتم میکنه. بچه هایی که نوناوران خونشونن، نوناوران کوچکی که بعضی ها اونها رو با القاب دیگه ای صدا میکنن و حتی اذیتشون میکنن، اما اینا یه مش قهرمانن. مطمئن باشین در مورد این بچه ها، در مورد جمعیت یاران امام علی بیشتر در آینده خواهید شنید. با ما باشید و این گزارش رو تماشا کنید. مرسی. در خدمت آقای میثم واحدی، مسئول برگزاری دومین دوره پرشین لیگ هستم. قربان، عرض ادب و سلام دارم خدمتتون. سلام خدمت شما، مرسی از اینکه حضور دارید. جمعیت امام علی از سال 1379 حضور پیدا کرد در محلات حاشیه با هدف مبارزه با معضلات اجتماعی. ما در محلات حاشیه خانه‌هایی داریم به نام خانه‌های ایرانی که از طریق این خانه ها خدمات ارائه می کنیم به بچه هایی که متاسفانه تحت تاثیر معضلات اجتماعی هستند، بچه هایی که عمدتا محروم از تحصیلن، کودک کار هستند. از طریق ورزش در این لیگ پرشینی که شما حالا امروز حضور پیدا کردین، سعی شده که حالا از طریق تیم های ورزشی یک فضای مثبت، یک الگوی مثبتی در اختیار بچه هایی قرار بدیم که متاسفانه فاقد این الگو هستن. مسیر ناهنجار و ناسالمی که جامعه در اختیارشون میذاره تنها انتخابیه که این بچه‌ها در محلات حاشیه باش مواجهن. ورزش، هنر، انتخاب‌های هنجاریه که تونسته نقش بسیار مهمی رو در تغییر زندگی این بچه‌ها بازی کنه و یک انتخاب دیگه‌ای در کنار اون انتخاب‌های ناسالم در زندگیشون قرار بده. بعد از 10 سال شاهد اون هستیم که چقدر تغییر کردن این بچه‌ها و چقدر در زندگیشون شور و نشار و امید و انگیزه ایجاد شده. بچه‌هایی که خب عمدتاً انگیزه برای ادامه تحصیل نداشتن، بچه‌هایی که به خاطر سختی‌هایی که در زندگی تحمل می‌کنن، بچه‌هایی که عمدتاً ناناوران کوچک خانواده‌های خودشون هستن، اینها الان از طریق ورزش یک مسیر جدیدی در زندگیشون ایجاد میشه. چطور بوده مراسم تا حالا؟ تا حالا که خیلی خوب بوده. چطور بوده؟ تا حالا که خیلی خوب بوده. من خیلی خوب بوده. خیلی عالی بود. چطوری؟ خوبم. چطور بود مراسم، دوست داشتی؟ بله. تا
تیمتون چندم میشه؟ با امید خدا اول. پارسال چندم شدی؟ پارسال سوم. بچه شما خونه هاتون کجاست؟ مولوی. تو کجایی؟ من هم مولوی. اسم تو چیه؟ محمد حسن. اسم تو؟ علی رضا. عباس. میلا. راشد. بچه خونه هاتون کجاست؟ لب خط. همه لب خط؟ بله. بعد براتون کلاس فوتبال و اینا میذارن؟ یعنی تمرین میکنی؟ بله. هفته چند بار؟ هفته دو جلسه. دیگه چی دارید غیر فوتبال؟ کلاس های مثلا جیم لاستیک تکفاندو روباتیک نه باراته تاج. آقا پشه ها عذیتتون میکنم تا باشه این... تا باشه اینجوری آدم پشه ها عذیت کنه. چطور مراسم؟ خیلی خوبه. من اونایی که نیومدن، اونایی که مثلا کمتر با این جو آشنان و یه وقتی دلشون میگیره، یه وقتی حالشون خوب نیست، یه وقتی میگن حوصله هم سر رفته، یه وقتی خیلی همون انصافا خوشی میزنه بعضی وقتا زیر دلمون و خیلی خیلی حس پوچی میکنیم خیلی وقتا. همه اینا به نظرم وقتی بیاین پیش این دوستا، این بچه ها، حالتون عوض میشه، احساس میکنید که اون شعر معروف چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار، لمس میکنین با تمام وجودتون. در واقع ما ایم که انرژی میگیریم. به نظر من لطفیست که از این سمت خود من شده امروز و حس خیلی خوبیه. با تمام خستگی که این روزا برای کار زیاد دارم و داشتم، به جرات امروز بعد از این خستگی در رفت. بهترین استعدادها و نابترین استعدادها رو در این تیم ها ما میتونیم ببینیم. تیم هایی از مناطق مختلف مثل سیستان و بلوچستان، تیم هایی از کردستان، مشهد، با تمام قومیت ها. ما از طریق این مسابقات سعی کردیم یک الگوی زیبا، یک الگوی انسانی زیبا رو به جامعه معرفی بکنیم و اون هم اتحاد، مهر و دوستی هستش که از طریق ورزش بین اقوام مختلف ایجاد میشه. ما امید داریم که از طریق این فضا، از طریق این مسابقات یک الگویی به جامعه ورزشی معرفی کنیم که در حقیقت تو بحث مسئولیت اجتماعی مسئولین ما، ورزشکارای ما ورود پیدا کنن. با چه خبر؟ پس خیلی مخلصی بابا. بازی ها چطور دیدی تا الان؟ بازی خیلی خوب شروع شد. فرشت نمی کنی و معلوم گرفت و ضربه دروازه زده بشه. بازیکنان پرشین آمال شدید طرفدار فرزادی ها. من طرفدار همه هم پرشین. در میان های میدان بازیکنان تیم پرشین. مراسم ها چطور دیدی؟ حالی بود آقا، میذاری گزارش کنی. تیمتون چطوره؟ تیم ما واقعا از لحاظ روحی، از لحاظ بدنی، از هر لحاظی بگین آماده است واسه مسابقات، واسه آماده شدیم واسه این لیگ. خیلی جدی میگیرین همتون این بازی ها رو؟ نه، براتون خیلی مهمه. برای ما خیلی مهمه. من واسه یه حدودا بگم دو سال زحمت کشیدم به خاطر پرشین. میثم جون خوبی؟ سلامت باشی. چه خبره؟ خبر خوش. صحبت می‌کنی راجع به بازیایی که دارین انجام میدین؟ بازی الحمدلله خوبن. اصلا بچه ها انگیزه خوبی دارن و من هم از این حسی که دارم خوشحالم. مشکلاتی که داشتیم هفته یک بار داریم تمرین میکنیم، مشکلات نمیذاره. بچه های ما سر کارن، اینا حتی هفته یک بار تمرین داریم. تو کار میکنی؟ من کار میکنم. بله. درس هم میخونی؟ درس هم میخونم. شغل چیه؟ من والا NDF هم. تو کار NDF کار میکنیم، بعدش دوربینای مداربسته. البته اون دور خیلی کم گیر میاد. من میخوام برم رئال مادرید به عنوان آخرین
مدافع باشم، مدافع آخر رئال مادرید باشم که به جای آقای راموس یه روز بتونم جای آقای راموس رو بگیرم که اون موقع کاپ بازوبند کاپیتانی رو ببندم، کاپای خیلی کاپای بزرگی مثل آقای راموس بالای سر ببرم به عنوان اولین افغانی که تو رئال مادرید بازی میکنه. از کجا اومدی مشهد؟ از مشهد من. شغلم الان یک ماه دو ماهی است میرم نظافتچی ام تو آپارتمان. دیگه اونجا کار میکنم. بعد شبا میرم خونه پدر بزرگم چون دیگه مثلا پدرم اینا از هم جدا شدم و مادرم، میرم خونه پدر بزرگم با اونا زندگی میکنم، با عمم عمو با پدرم. اونجا بری دوست داری بگی افغانی هستی یا ایرانی؟ با تمام افتخار وجودم میگم افغانی ام. باشه اینجا زندگی میکنی؟ مشکلات جنگی، مشکلات خیلی مشکلات هست، اگه شما نرفتین افغانستان ندیدین، ولی ما از دیده ای که میگیم مشکلات زیادی هست. روزی که میخوایم بریم سر کار تو افغانستان، روز صبح میخوایم بریم سر کارمون صبح، با امید زنده بودن شاید شب بر نگردی، فقط یه نام خدا رو یاد میکنی و میری سر کارت، معلوم نمیشه وسط خیابون یهو دیدی یه نفر منفجر کرد یه چیزی رو. آرزوام بزرگتر از هر چیزیه، بزرگتر از حرفامه، بزرگتر از زندگیمه. آرزوی من که گفتم میخوام برم رئال مادرید، درست آرزوم اینه که یه روز بتونم این پرشین و لیگ پرشین رو کنم جام جهانی پرشین. دوست دارم اینو ببرم تو کشورهای جنگ زده، تو کشورهای فقر، آفریقایی، کشورهایی که مثل همینا نیاز مالی دارن یا نیاز به کمک دارن. من دوست دارم اینجوری باشه. در خدمت آقای کیمنش هستیم، مرتضی کیمنش، که مسئول روابط عمومی این پروژه رسانه. خود توضیح بده دیگه مرتضی. عرض به خدمت شما شود که این مسابقات که داره برگزار میشه فقط یه حرف ازش میمونه که امروز تو این افتتاحیه هم متاسفانه شاهدی بود برای مدعا. بچه‌هایی از اقصا نقاط ایران اومدن، از محله‌هایی که شاید از کمترین امکانات بی بهرن و ماش واقعا فقدان حضور بسیاری از هنرمندان، بسیاری از ورزشکاران مطرح رو اینجا کاملا احساس می‌کردیم. اینم نبود که تماس نگیریم، تقریبا با تک تک این عزیزان به طرق مختلف ارتباط برقرار شد. و یک مسئله خیلی بزرگی، اگر هنرمندان ما، اگر ورزشکاران ما و اگر شهروندان ما از کودکان ساکن در مناطق حاشیه حمایت نکنن با حضورشون، بحث پول نیست، بحث حضوره، بحث حضور با محبته، بحث حضور با مسئولیته، با آگاهیه. وقتی ما حمایت نکنیم از این بچه ها، قطعاً توی سطوح مدیریتی هم اتفاقی به وجود نمیاد و جامعه و لایه‌های مدیریتی متوجه نمیشن که زمان پایان بخشیدن به درد بچه هاست. زمان اینه که هیچ کودکی از تحصیل محروم نباشه، هیچ کودکی حسرت یک زمین فوتبال داشتن رو نخوره. چقدر بچه های ما با یک سال فوتبال بازی کردن خشونتشون از بین رفت، تنهاییشون از بین رفت، شاید گرایششون به ذهن، گرایششون به اعتیاد به طور کلی از بین رفت. واقعا برای ما این جای سواله که و جای پرسشه که چه زمانی قراره تو میدانهای واقعی، تو میدانهای حقیقی شاهد حضور همشهریامون، شاهد حضور چهره‌های مطرح کشورمون باشیم. امیدوارم در ادامه این مسابقات که تا 19 شهریور ماه هست عزیزانمون تشریف بیارن، از بچه‌های مملکتشون حمایت کنن. این بچه‌ها بچه‌های مملکتمان و ما نسبت بهشون مسئولیم. خیلی ممنونم از شما که برای پوشش این برنامه اومد. موفق باشید.